فقط خبرها. باید آمریکا تحریم‌ها رو کلاً لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ. شرط و شروط آیت الله خامنه‌ای برای بازگشت به توافق هسته‌ای، برداشته شدن همه تحریم‌ها و راستی آزمایی پیش از بازگشت ایران به تعهدات برجامی. سفر محمد باقر قالیباف به روسیه. رئیس مجلس ایران میگوید پیام راهبردی مهمی برای همسایه شمالی دارد. درخواست دولت ایران از سپاه برای ساخت یک پالایشگاه نفتی. معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت میگویند قرارگاه خاتم محکم پای کار بیاید. و حیف و میل میلیون‌ها افغانی از بودجه مبارزه با کرونا. اداره بازرس افغانستان میگوید 223 کارمند و مقام متهم به فسادند. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. آیت الله خامنه‌ای میگوید ایران تنها وقتی به تعهداتش در توافق هسته‌ای برمیگردد که آمریکا همه تحریم‌ها را برداشته باشد و ایران بتواند آن را راستی آزمایی کند. قبلا آمریکا گفته بود که اول ایران باید به تعهداتش برگردد. کسرا ناجی در گزارشش میگوید این در شرایطی است که پیدا شدن رده‌هایی از مواد رادیواکتیو در دو نقطه اعلام نشده تعهدهای پیشین ایران را در توافق هسته‌ای زیر سوال برده و حل بحران هسته‌ای را دشوارتر کرده. و اما در قضیه تحریم‌ها، هر روز که می‌گذرد بیشتر معلوم می‌شود که تحریم‌ها بعید است که به این زودی‌ها برداشته شود. سخنان امروز رهبر ایران در مقابل افسران نیروی هوایی اگرچه شاید نشان از مراحل اولیه مذاکرات از طریق بلندگوها و رسانه‌ها باشد، اما حل بحران را آسان نمی‌کند. اگر می‌خوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر می‌خوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلاً لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم. It is my pleasure to introduce the President of the United States. سخنان رهبر ایران در نقطه مقابل سیاست اعلام شده دولت جدید آمریکاست که گفته است آمریکا تنها هنگامی به برجام توافق هسته‌ای برمی‌گردد که ایران به تعهداتش عمل کرده باشد. ظاهراً حرکت‌های اولیه در این بازی پیچیده که می‌تواند طولانی شود. همین دیروز بود که وزیر خارجه ایران به روزنامه همشهری چاپ تهران گفت هنوز تصمیمی برای مذاکره با آمریکا در ایران گرفته نشده. محمد جواد ظریف به همشهری گفت مذاکره ایران و آمریکا موضوعی است که نیاز است در کشور در موردش اجماع باشد. فعلا شرایطی که داریم این است که در کشور اجماعی برای مذاکره با آمریکا نیست. وزیر خارجه ایران اگرچه اضافه می‌کند که نیازی هم برای مذاکره با آمریکا نیست و مسئول سیاست خارجی آمریکا می‌تواند ترتیبات برگشت دو طرف را به برجام هماهنگ کند. او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام بدهد را مشخص کردم. آقای بورل هم هست به عنوان هماهنگ کننده برجام و می‌تواند هماهنگی را انجام دهد. اما برگشت به برجام بدون مذاکره شاید بسیار دشوار باشد. همین دیروز بود که پیدا شدن رد مواد رادیواکتیو در دو سایت اعلام نشده هسته‌ای در ایران مشکلات پیش رو را بیش از پیش نمایان کرد. اینکه ایران ممکن است نه فقط تعهداتش را در برجام نقض کرده باشد، بلکه شاید تعهداتش در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را هم زیر پا گذاشته باشد. کسرا ناجی، بی بی سی. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ما هست. در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای علیجانی، خیلی ها رفتن سراغ اون مصاحبه‌ای که دیروز آقای ظریف با روزنامه همشهری انجام داده بود و حالا صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو می‌بینند و مقایسه می‌کنند. آیا تناقضی در این دو گفتار هست یا اینکه همراستاست؟ قطعاً تناقض، با سلام، قطعاً تناقض هست و حرف اصلی رو آقای خامنه‌ای، لحنش هم
به گونه‌ای بود امروز که من حرف آخر رو من میزنم. ببینید این بازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیگه مکرر شده، یعنی بازی با ریسک بالا دور کند با هزینه مملکت و ملت. آقای خامنه‌ای در دو دنیای موازی با مردم زندگی میکنه. البته خروج دونالد ترامپ از برجام محکوم، تحریم‌ها و فشار حداکثری محکوم، و اگر آمریکا بخواد برگرده باید حسنیت نشون بده و بخشش میتونه همین برداشتن بخشی از این تحریم‌ها باشه. اما آقای خامنه‌ای یک ابهامی در کلماتش هست که معلوم نیست چه قصدی داره. میگه همه تحریم‌ها باید برداشته شود. اصلا این خوب نشدنیه. طبق اصلا خارج از اختیارات دولت حاکم کنونی یا بسیار زمانبر هست. سوال اصلی تر اینه که آیا این موضع تاکتیکی آقای خامنه‌ای نرخ خود رو بالا میبره یا نه موضع راهبردیشه؟ متاسفانه آقای خامنه‌ای هر موقع که احساس امنیت میکنه داخل و مصلحت نظام رو در خطر نمیبینه، این موضع بالا رو میگیره و این به ضرر ملت ایرانه. ببینید سیاست خارجی رو سه تا رویکرد درش میشه دید. یکی همین که آقای خامنه‌ای میگه صدور انقلاب و جبهه مقاومت و نابود اسرائیل و فروپاشی آمریکا و تمدن اسلامی، خب همین در میاد. یکی این هست که این تهاجمش برداشته میشه، نمیخوام آمریکا و اسرائیل جایی رو نابود کنیم ولی شما باید موجودیت رژیم ما رو، امنیت ما رو تضمین بکنید. اگه حتی جمهوری اسلامی این سیاست رو داشت، بخش مهمی از مشکلات سیاست خارجیش از بین میرفت. جدا از اون نوع سوم که ما به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، منافع ملتمون هستیم، که اصلا آقای خامنه‌ای فرسنگ‌ها دور از این. اما آقای خامنه‌ای عمدتاً ضمن این که پیرانه سر داره لجبازی میکنه، چهره انقلابی میخواد به خودش بگیره، متاسفانه این سیاست بوی استراتژی میده، بوی کارشکنی میده، مگر کارشناسای امنیتی بهش هشدار بدن و کارشناسای اقتصادی مورد اعتمادش بهش هشدار بدن، در اونجا هم ضد غرب بودنش هم شیعی گرایش میره کنار و مصلحت نظام حرف اصلی رو میزنه. الان زوده در این باره قضاوت بکنه. به نظر ولی در صحبت های آقای خامنه‌ای حداقل به نظر میرسه که یه آمادگی از معامله‌ای در پیش رو هست و میشه گفت آیا شما هم با این موافقید که میشه گفت اون مصوبه مجلس و این صحبت‌های آقای خامنه‌ای عملاً میخواد دست دیپلماسی ایران رو پر بکنه برای مذاکرات پیش رو؟ اگر این قصد رو داشتن که من بعید میدونم و بیشتر کارشکنی در کار دولت بود، به عکس عمل کردن. ببین اگه تا چند روز دیگه دولت ایران بخواد از پروتکل الحاقی خارج بشه، یعنی دوربین های آژانس تو ایران خاموش بشه، اصلا خطر حمله نظامی بالا میره، یعنی خطر جنگ به وجود میاد. آقای خامنه‌ای به گمان من هنوز تو توهم برجام باقی مونده که میتواند فقط رو موضوع هسته‌ای بحث بکنه، مسائل منطقه‌ای و مسائل دیگر رو بحث نکنه، ورود شرکت های آمریکایی رو ممنوع بکنه. آقای خامنه‌ای باید از این توهم بیاد بیرون و فقط با دولت ترامپ که مشکل نداشته آقای خامنه‌ای که بره پشت اون پنهان بشه. آقای خامنه‌ای الان توپ تو زمینشه و من فکر میکنم محکوم به عقب نشینیه، ولی فعلا علائم دیده نمیشه. ولی غربی ها به ویژه دولت بایدن داره آروم آروم و منسجم تر عمل میکنه و به گمان من هزینه بیشتری رو بایستی جمهوری اسلامی بپردازه. ممنونم از شما آقای علیجانی. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی. چند خبر کوتاه. نخستین محموله واکسن کرونا از هند به افغانستان ارسال شد. ریاست جمهوری افغانستان از این کمک قدردانی کرده و آن را به موقع خوانده. تعداد این واکسن ها 500 هزار دوز است و قرار است در ابتدا کارمندان بخش سلامت، نیروهای امنیتی و سایر اقشار آسیب پذیر واکسینه شوند. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 24 بیمار جدید کووید 19 را شناسایی کرده و در این مدت 3 نفر دیگر به خاطر ابتلا به کرونا جان باختند. شرکت دارویی استرازنکا میگوید کارایی واکسن مشترک این شرکت و دانشگاه آکسفورد در مقابله با نوع آفریقای جنوبی کرونا محدود است. نتایج این یافته‌ها هنوز محدود است و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. انواع جدید ویروس کرونا که در بریتانیا، آفریقای جنوبی و برزیل شناسایی شدند، سرعت سرایت بالاتری دارند و پژوهشگران درباره میزان تاثیر واکسن‌های فعلی بر آنها تردید دارند. استرازنکا و آکسفورد کار برای ارتقای توانایی واکسن برای مقابله با انواع جدید کرونا را شروع کردند و امیدوارند تا پاییز به نتیجه برسد.
صدها تن از ساکنان شهر مزار شریف در شمال افغانستان امروز هم در اعتراض به ادامه سرنوشت نامعلوم یک کودک 9 ساله روبوده شده راهپیمایی کردند. معترضان که عمدتاً از ترکمن‌ها هستند به حکومت افغانستان 72 ساعت فرصت دادند که این کودک را نجات دهد و گفتند در غیر این صورت دوباره مسیرهای بنادر شمال به ویژه حیرتان و آقینه را می‌بندند. عبدالرؤوف دانش آموز 9 ساله ترکمن حدود 100 روز پیش در شهر مزار توسط مردان مسلح ناشناس روبوده شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران عازم روسیه شده. گفته شده که او قرار است پیام رهبر ایران را به رئیس جمهوری روسیه دهد. قرار بود این پیام دیروز تحویل داده شود ولی به دلیل آنچه مقررات کرونایی از طرف روس‌ها اعلام شده، رئیس جمهوری روسیه از پذیرفتن آقای قالیباف خودداری کرده. سفری پر حرف و حدیث در گزارشی از سیاوش اردلان. رئیس مجلس ایران به روسیه رفته تا پیام رهبر ایران را به رئیس جمهوری روسیه بدهد. هیچ اطلاعاتی درباره محتوای پیام آیت الله خامنه‌ای منتشر نشده. قرار است محمد باقر قالیباف در روسیه چند دیدار و سخنرانی کند. خودش درباره سفرش امروز چنین گفت: مشترکات زیادی بین ایران و روسیه در زمینه مسائل منطقه‌ای و جهانی داریم. این مشترکات فراوان ما رو به این سمت هدایت میکنه که بتوانیم این نگاه مشترک رو و فرصتهایی که وجود داره انشالله بتونیم پیش ببریم. بیشتر دیدارهای آقای قالیباف با مقامهای پارلمان روسیه خواهد بود، اما به نظر میرسد هدف اصلی سفرش رساندن پیام رهبر ایران است. یکی از برجستگی های این سفر هم این هست که در این سفر در همین راستای مسائل راهبردی حاوی پیام مهمی در همین چارچوب هستیم. حالا ناظران میپرسند چرا این پیام را وزیر خارجه نبرده؟ فعلا نه محتوای پیام آیت الله خامنه‌ای به ولادیمیر پوتین روشن است، نه دلیل انتخاب حامل این پیام. حامیان آقای قالیباف گفتند او معتمد و امین رهبر است. آیا خواستند بگویند محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چنین نیست؟ در شبکه‌های اجتماعی تمرکز روی این بوده که ولادیمیر پوتین دیروز حاضر نشد آقای قالیباف را به حضور بپذیرد. ظاهرا دلیلش پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کرونا بوده، اما خیلی‌ها آن را به تحقیر شدن آقای قالیباف تعبیر کردند. بعضی هم گفتند شاید روسیه نخواسته خود را وارد رقابت‌های جناحی در ایران کند. محمد جواد ظریف یک بار سر اینکه احساس کرد سفر بشار اسد به ایران بدون هماهنگی و اطلاع او انجام شده استعفا کرد، اما شاید واقعیت در پس این حرفها صرفاً یک تقسیم کار باشد. هنوز برای قضاوت زود است. سیاوش اردلان، بی بی سی. فرهنگ تقی‌زاده همکارم که فضای مجازی رو بررسی میکنه با ما هست. فرهنگ، بر سر این سفر بحث حرف و حدیث خیلی زیاد بود، کمی از اون چه که در فضای مجازی گفته شده بگو. بله، حرف و حدیث ها به حدیه که دو گروه سیاسی در ایران و حامیانشون دارن سر این موضوع بحث میکنن. همونطور که در گزارش سیاوش هم مطرح شد، بحث ها سر این هستش که چرا آقای ظریف این اگر نامه در کار بوده، چرا آقای ظریف که چند وقت پیش به روسیه سفر کرده بود حامل این نامه نبوده، و بسیاری دارن از این یاد میکنن که این میتونه یک فرار دیپلماتیک باشه برای آقای قالیباف از جهت اینکه بخواد کاندید بشه برای ریاست جمهوری در ماهای آینده، یا اینکه بخواد حواس‌ها را از همه اون فسادهای مالی که در دوران شهردار بودنش مطرح شده در این روزها هم دور کنه. باز یه سری دیگه هشتگ دارم میزنم، مشخصا اصولگراها، که این تشخیص آیت الله خامنه‌ای بوده که آقای قالیباف بره، و برای همین دارن از هشتگ معتمد نظام براش استفاده میکنن. از طرف دیگه باز اصولگراهایی هم هستن که دارن کلی‌تر به ماجرا نگاه میکنن، میگن که نباید نگاه کنیم ببینیم که الان وضعیت در داخل ایران چطور هست. هر نماینده از ایران اگر تحقیر بشه در مجامع بین المللی ما باید اعتراض کنیم، و این رو یک تحقیر شدن برای کل ایرانی ها میدونن. از طرف دیگه یه سری دارن نگاه میکنن به گذشته و
میگن که تمام این اتفاقهایی که برای آقای قالیباف داره میفته اونها رو به یاد مسئله که آقای جلیلی با اردوغان داشته سال 91 فکر میکنم شهریور 91 که نیم ساعت مجبور شده که پشت در بمونه برای اینکه آقای اردوغان رو دیدار کنه دارن اونو یاداوری میکنن. یه سری دیگه کلا دارن میگن که چرا مسئله براتون اینقدر واکنش برانگیز شده و جای سوال براتون ایجاد کرده که پوتین آقای قالیباف رو نپذیرفته، برای اینکه در سطح همدیگه نبودن و این مصرف داخلی از طرف رسانه‌های ایران بوده که اینقدر داستانو بزرگ کنن، ولی الان دارن با مقامات همسطح خودش دیدار میکنن. از طرف دیگه یه سری دیگه باز دارن در ایران میگن که این مقاماتی که آقای قالیباف قراره که باشون دیدار کنه در سطح رئیس مجلس ایران نیستن و بهتر بود مقامات پایین رتبه تر مثل آقای ولایتی یا آقای رضایی این نامه رو به روسیه ببرن. از طرف دیگه باز مسائل دیگه هم داره مطرح میشه در مورد اینکه ابهت ایران خدشه دار شده و اینکه کلن یک نگاه اینطوری در ماجرا میکنن. ممنون آزاد فرین تغییر زده همکار. با به میانه برنامه رسیم، نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای ما. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران زمانی به برجام باز میگردد که همه تحریم ها برداشته شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به روسیه سفر کرده، او قرار است پیام ویژه رهبر ایران را به ولادیمیر پوتین تحویل دهد. در ادامه این برنامه، برگزاری تنیس اوپن استرالیا زیر سایه همگیری کرونا. دولت ایران خواهان حضور جدی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در ساخت یک پالایشگاه نفتی شده. هزینه سرمایه گذاری در پروژه ساخت پالایشگاه آنایتا در کرمانشاه 3 تا 4 میلیارد دلار برآورد شده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هر دو در سفر به کرمانشاه این درخواست رو مطرح کردند. تاکید مقام‌های دولتی به حضور سپاه در پروژه‌های کلان نفتی در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های قبل رئیس جمهوری ایران از حضور گسترده سپاه در اقتصاد انتقاد می‌کرد. آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ما هست. فکر می‌کنم سوال عمده همین هست. آقای حسنیا، چطور شد که در این پروژه به ناگهان دولت می‌خواد که سپاه پاسداران بیاد و پا جلو بذاره؟ خب باید مواجهه دولت‌ها یا افراد رو با حضور نظامی‌ها به سه دسته تقسیم کنیم. گروهی که موافق 100% این حضور هستن، گروهی که مخالف 100% این حضور نظامی‌ها در اقتصاد هستن و در واقع به انتقادهای و به تبعات این حضور اشاره می‌کنن، و گروه سومی که به نظر می‌رسه که دولت آقای روحانی و کارگزاران این دولت از اون دسته هستن، گروهی هستند که معتقدند دستگاه‌های نظامی می توانند و باید از اونها در مواردی استفاده کرد که بخش خصوصی علاقه یا انگیزه برای حضور در اون پروژه ها نداره، و ضمن اینکه تشریفات این حضور رعایت بشه از قبیل برگزاری مناقصه رقابتی و سایر مسائلی که بهش مرتبط هست. اما تجربه سه دهه گذشته نشون میده که وقتی شما این قول رو از شیشه بیرون میارید، کنترل اون و مهار اون بسیار دشواره، و در واقع حضور نظامی ها منجر به این میشه که گاهی و مواردی از انتقادها رو از طریق آقای روحانی یا دیگر مسئولان همین دولت بشنویم که چرا نظامی ها یا دولت با تفنگ حضور داره. در این مورد خاص، یعنی درخواست از قرارگاه خاتم برای اجرای این پروژه هم به همین ترتیب هست. واقعیت موجود هم البته این هست که قرارگاه خاتم به یک مجموعه بیرقیب در اقتصاد ایران بدل شده، که البته این بیرقیب بودن تمامش حاصل خلاقیت یا کار مثبت این مجموعه نیست، بخشی از اون حاصل همین داشتن رانت‌های اطلاعاتی امنیتی یا برگزاری و اعطای قراردادها بدون برگزاری تشریفات مناقصه یا استفاده این مجموعه از نیروی انسانی ارزان قیمت تحت عنوان سرباز مهندس هایی که در اختیار این مجموعه هستن و سایر تجهیزاتی که این مجموعه داره بوده. و اصولا راجع به این مجموعه پالایشگاه آنایتا چه میدونیم، چه جور جایی هست و کی صحبت از ساخته شده؟ این مجموعه یک پتروپالایشگاه هست و سرگذشت جالبی داره. در سال 84 یا 85 در سفر استانی آقای احمدی نژاد و دولتش تصویب شده، اما کار آغاز به کار تأسیس و احداث اون به سال 91 کشیده، پیشرفت چندانی نداشته، و در سال 94 در دولت آقای روحانی، در دولت اول آقای روحانی، آقای ربیعی که اون موقع وزیر
رفاه وزیر کار بودند، حتی پشت لودری نشستن و یک بار دیگه این طرح رو که قبلا افتتاح شده بود افتتاح کردن. با این همه چند سالی معطل فایننس چینی ها بوده، مطالعات این طرح مطالعات کاملی نبوده. مثلا یکی از دلایل تاخیر در احداث اون پیش نیاز تامین آب بوده که مستلزم ساخت سد بیستون بوده و سایر مواردی که باعث تاخیر شده. در نهایت تغییر سهامداران این پروژه هم جالب توجه هست که در حال حاضر خود قرارگاه خاتم با خرید سهم و قسم بخشی از سهام 60 در این پروژه، خودش الان یکی از سهامداران این پروژه هست و از سال گذشته مشخص شد که قرارگاه خاتم کار عملیات اجرایی ساخت این پتروپالایشگاه رو هم باید انجام بده. مزیت‌هایی هم نسبت به پالایشگاه‌های کلاسیک دارند این پتروپالایشگاه‌ها و دو سال گذشته هم نشون داد که در دوران تحریم هم ایران راحت‌تر از نفت خام میتونه فراورده یا محصولات پتروشیمی رو در بازارها بفروشه و از این بابت اهمیت داره ساخت این پروژه برای دولت ایران. ممنونم از شما آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی. اداره بازرس افغانستان میگوید در 24 ولایت این کشور 223 مقام و کارمند رو به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی کرده. به گفته غزال حارس رئیس این اداره، در قسمت خریداری تجهیزات و لوازم نرخ 30-40% بیشتر از قیمت بازار محاسبه شده. او گفته در بیشتر خریدها و عقد قراردادها ضعف مدیریت و غفلت مقامها دیده شده که سبب حیف و میل بودجه و فساد شده. این نهاد همچنین گفته در موج اول کرونا میلیون ها افغانی از بودجه مبارزه با این بیماری حیف و میل شده. نسرین نوا همکارم از کابل با ماست. نسرین، کمی بیشتر بهمون از جزئیات یافته های این اداره بگو. غزال حارس رئیس اداره بازرس افغانستان امروز در یک نشست خبری وضعیت را و وضعیت رسیدگی به فساد را به عنوان با یک کلمه بی پیشینه بیان کرد. یعنی گفت که پس از بررسیشان از 24 ولایت، بررسی مصارف کرونا در این ولایات، یافته هایشان نشان میده که مقاماتی در سطح والی، کارمندان اداری، مالی و تدارکاتی در پرونده های فساد مربوط به بودجه کرونا دست داشتن و اینا رو به همین اتهام به گونه بی پیشینه به دادگاه عالی معرفی کرده. به گفته این اداره، وزارت صحت در قراردادهای غیر مسلکی، استخدامهای غیر ضروری، خریدهای بی مورد و همینطور اقدامات غیر قانونی در بخش تدارکاتی نقش داشته و اینها ضعف مدیریت داشتن. به همین دلیل این تعداد افراد بیش از 220 نفر به دادگاه عالی معرفی شدند. و البته این اداره گفته که تنها این موارد نیست، در مورد بسته‌های کمکی هم مشکلات زیادی وجود داشته. گفتن مثلا از 700 نفری که مصاحبه کردن با اونها، فقط 23 درصدشون اصلا هیچ کمکی دریافت نکردن و شماره هایی که اونجا از این افراد ذکر شده شماره های خیالی است که اصلا هیچ کسی شماره رو جواب نمیده و شماره ناقص هست. 43 نفر هم هیچ کمکی در 43 درصد دیگه هم با اونها حتی تماس گرفته نشده و فقط 32 درصد کمک های غذایی را که دولت با اوجگیری شیوع کرونا شروع کرده بود دریافت کردند. همزمان با اینکه کرونا وارد افغانستان شد و اوج گرفت، دولت بودجه فراوانی را با تعدیل بودجه 99 اختصاص داد به مبارزه با این ویروس. کمک های جهانی هم دریافت کرد و حالا که شیوع این ویروس به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده، هنوز هم پرونده های فساد مصارف کرونا زیر بررسی هست و این فقط یافته های 26 ولایت بوده، هنوز 16 ولایت دیگه باقی مانده. ممنونم از نسرین نوا همکارم از کابل. چند خبر کوتاه. یکی از متحدان الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، از اتحادیه اروپا خواسته علیه روسیه تحریم هایی را اعمال کند. ولادیمیر آشورپوف با اعتقاد از سفر اخیر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به مسکو گفت تحریم ها باید کسانی را هدف قرار دهد که مسئول آزار آقای ناوالنی هستند. در زمان حضور آقای بورل در مسکو، روسیه 3 دیپلمات اروپایی را به اتهام شرکت در تظاهرات اخراج کرد. آقای ناوالنی 2 هفته پیش هنگام بازگشت به مسکو در فرودگاه بازداشت و روانه زندان شد.
در میانمار ده ها هزار نفر برای دومین روز متوالی در اعتراض به کودتای نظامی هفته پیش به خیابان ها آمدند. معترضان خواستار آزادی آنگ سان سوچی رهبر اتحادیه ملی دموکراسی شدند. بزرگترین تجمع اعتراضی در یانگون شهر اصلی میانمار برگزار شد و مردم شعار دادند که دیکتاتوری نظامی نمیخواهند. دسترسی به اینترنت بعد از اختلال در روزهای اخیر دوباره امکان پذیر شده. در شهر میاوادی در جنوب میانمار نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان دست به تیراندازی زدند، اما مشخص نیست از چه نوع فشنگی استفاده کردند. مسابقات جام آزاد تنیس استرالیا از فردا آغاز میشه، مسابقاتی که دو هفته طول میکشه. ورزشکاران از سراسر دنیا در اون شرکت میکنند و صدها هزار تماشاچی هم خواهد داشت. این بلند پروازانه ترین رویداد ورزشی از زمان همه‌گیری جهانی کرونا است. استرالیا فقط به این دلیل میتونه چنین مسابقاتی رو برگزار کنه که سختگیرانه ترین قرنطینه رو برای مهار ویروس پشت سر گذاشته. برگردان گزارشی از شایما خلیل خبرنگار بی بی سی از ملبورن رو ببینید. جام آزاد تنیس استرالیا امسال مسیری پر افت و خیز داشته. مقدمات برگزاری این جام تا اینجا شباهتی به گذشته ندارد، اما سرانجام همه چیز برای آغاز مسابقات آماده شده. طرفدارانی که یکی از سختگیرانه ترین قرنطینه های جهان را در ملبورن پشت سر گذاشتند، از بازگشت تنیس خوشحالند. ملبورن یه قطب بزرگ ورزشی دنیاست و مردم اینجا عاشق ورزشند. همین که استادیوم ها پر نیست کمک میکنه که آدم بیشتر با خود بازی ارتباط بگیره و ازش لذت ببره. رسیدن به این مرحله دشوار و گاه جنجالی بوده. صدها تنیس باز از نقاط مختلف دنیا به اینجا پرواز کردند. حدود 72 نفر از آنها که تست کرونای مسافری در هواپیمایشان مثبت بود، قرنطینه سختگیرانه تری نسبت به دیگران داشتند. هفته پیش هم یک دردسر تازه پیش آمد، وقتی که تست یکی از کارکنان هتل محل اقامت بازیکنان و همراهانشان مثبت شد و بیش از 500 نفر قرنطینه شدند تا از همه تست گرفته شود. همه استرالیایی ها از برگزار شدن مسابقات تنیس راضی نیستند. بعضی میگویند برگزاری مسابقات به این وسعت در میانه همه گیری جهانی کاری خطرناک است. سارا و جکسون اهل ملبورن هستند، اما نمیتوانند مسابقات را از نزدیک تماشا کنند. چرا؟ چون در بریتانیا گیر افتادند. به ما گفتن جا برای قرنطینه شما بعد از رسیدن نداریم، اما برای تنیس بازها جا پیدا شد. حس میکنم با وجود اینکه شهروند استرالیام، براشون به اندازه این ورزشکارای مشهور اهمیت ندارم. اینجا همه امیدوارند که در دو هفته آینده تنیس قدری حال و هوای مردم را عوض کند. هرچند اوضاع با همیشه فرق خواهد داشت. فقط نیمی از ظرفیت استادیوم ها استفاده خواهد شد و تدابیر بهداشتی همه جا به چشم می‌خورد. خیلی ها به دقت مسابقات را زیر نظر دارند. موضوع فقط تنیس نیست. جام آزاد تنیس استرالیا نشان خواهد داد که مسابقات بزرگ ورزشی در این شرایط دشوار چطور می‌تواند برگزار شود. شایم خلیل، بی بی سی نیوز، ملبورن. ممنون که همراه ما بودید. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.